آینه با متخصصی برنامه از مجتبا دشتی دستان خالیمان را به امید استجابت دعاهایمان به سوی تو دراز کرده ایم معبودا پرکن ظرف وجودمان را از آنچه در وجود خدایی توست تا خدا هست کسی تنها نیست من اگر گم شدم تو اگر خسته شدی در پس پرده اشک من و تو من گرم خداست او همینجاست کنار من و تو خدایا برای داشتن دستهای تو ریسمان نبسته ایم دل بسته ایم همین که حال دلمان خوب باشد برای من کافی است سلام و صد سلام خدمت شما مخاطبین پرمهر آینه با متخصصین ساعت استودیو ساعت 19 و 30 دقیقه جمعه نشون میده در خدمتون هستیم با برنامه دیگر از سلسله مباحث آینه با متخصصین و همونطور که هفته گذشته وعده کرده بودیم در کنار بنده دوست نازنینم جناب آقای اکبر محجویان مقدم کارگردان نویسنده در حوزه نمایشنامه های رادیویی و همچنین در حوزه اعتیاط هایی رو انجام داده و برنامهای که هفته گذشته داشتیم در رابطه با بیماری عید و اچایوی بود که توضیحات مبسوطی رو داشتن این برنامه هم در خدمتشون هستیم با ادامه بحث هفته گذشته و بعد وارد بحث چرا نمایشنامه ما مشکل اخلاقی رو نداریم به نوعی تاب و شکنی در جامعه ما شاید در جامعه ما خیلی پرداخته نشده به قضیه ایدز و برنامه از این دست ساخته نشده و حتی نمایشنامه سریال یک سریال من خاطرم سالها گذشته ساخته شد و اون هم نگاه خیلی فانتزی و کلیشه بود و شاید اصل مطلب موضوع عجر نبود و این آسیب رو مورد هدف قرار نمیداد و خیلی سطحی و راحت از کنارش گذشتن امیدوارم که بتونه جامعه به سمتی بره که همه معزلات اجتماعی رو در بر بگیره در رابطش صحبت کنه اطلاع رسانی کنه و مثل بیماری اعتیاد که یک بیماری مولتی فاکتوریال هست و جنبه های مختلفی داره و دوستان در رابطه ای صحبت میکنن در این رابطه هم بشه صحبت کرد خب جناب مقدم عزیز یک حال و احوالی داشته باشید با شنوندگان فهیم و با متخصصی خواهش میکنم به نام خدا سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران محترمتون در استودیو سلام ویژه خدمت شنوندگان و بینندگان شبکه آینه و برنامه آینه با متخصصین در خدمت شما هستم خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون امیدوارم که این برنامه مورد نظر دوستان واقع بشه برنامه چالشی باشه و تأثیر باشه هدف ما از ساخت برنامه آگاهی و اطلاع رسانی به شما عزیزان هستش و اینکه ایجاد سوال در شما داشته باشیم و شما رو در پی این بفرستیم که برای پاسخ یافتن به سوالات ذهنتون مطالعه کنید، تحقیق کنید، پیگیری کنید، سرچ کنید و بگردید و اطلاعاتتون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و حتی اطلاعات دیگران رو شیر کنید. خب جناب با قدم هفته گذشته در رابطه با بیماری اید صحبت کردیم و گفتیم که اچ آی چیست و روش های انتقالش صحبت کردیم، رو آی پیشگیری صحبت کردیم و چگونگی تشخیص اون صحبت شد، علائمش رو گفتین دوران پنجره رو برامون صحبت کردین حالا من نمیخوام خیلی خودم در این رابطه صحبت کنم از حضرت عالی میخوام که یک شهر ای از هفته ای گذشته برای شنوندگانمون که شاید هفته ای گذشته برنامه ای ما رو ندیدن در این برنامه حضور دارن داشته باشین تا ادامه بدیم بحثمون رو خواهش خدمت شنوندگان از کنم که موضوع برنامه همونطور که شما فرماش کردید اچ هستش که ویروس اچ وی و اینکه چگونه به انسان منتقل میشه و راههای پیشگیری و درمانش البته که ویروس اچ وی و بیماری ایدز تا به امروز درمان قطعی نداشته و صرفا یک پروسه درمانی هست وجود داره برای بیماری اچ وی که باعث میشه که با استفاده از یک سری داروها سیستم ایمنی افراد بالا بیاد رشد بکنه و تقریبا شبیه های عادی باشن از جناب دشتی از چایبی بیشتر صحبت کردیم در جلسه گذشته که اصلا چی هستش ویروس نقص ایمنی انسانی همون سندروم نقص ایمنی بدن هستش و اینکه از روش های انتقالش گفتیم که چهار روش وجود داره برای انتقال ویروس HIV این که تزریق خون کسی حادثه براش پیش میاد اگر خون آلوده بهش تزریق بشه قطعا مبتلا میشه به بیماری تزریق مشترک با یک سرنگ آلوده که فقط مختص ببی... به, افراد معتاد نیستش مثلا کسانی که در رشته بدنسازی دارن فعالیت میکنن آمپول هایی برای حجم ازوله تزریق میکنن به بدن خودشون با اون سرنگ آلودم اگر یک نفر آلوده باشه با اون سرنگ هم اگر تزریق انجام بشه صد درصد شخص مبتلا میشه گزینه های دیگه از مادر به فرزند بودش که یکی از رحم مادر که بچه از رحم مادر از خون مادر تغذیه میکنه و قطعا مبتلا میشه به HIV و از استفاده از شیر مادر یک روش دیگه بود و اینکه تماس جنسی محافظت نشده و خیلی ساده بگم تماس جنسی بدون کاندوم هستش که اینها هم راهکارهایی داره که وفاداری به شریک جنسی و یا اینکه اگر رابطه جنسی آدم داره خارج از به و شخص مجرد هستش و حالا به هر حال گرفرندی داره یا بویفرندی داره یک رابطه جنسی بینشون پیش میاد قطعا با کاندوم باشه به خاطر پیشگیری از وقوع همچین بیماری هایی و اینکه استفاده نکردن از سرنگ های مشترک و خدمتون ازم در پزشکان هم خیلی دخیل هستن از جلوگیری از شیوع همچین بیماری های با استریل کردن ابزارالات پزشکیشون به خصوص دندون پزشک از دوران پنجره گفتیم جناب دشتی که دو الا دوازده هفته هستش دوران پنجره و در این دوران پنجره هم امکان انتقال بیماری به غیر صد درصد وجود داره در مورد علائم ظاهری گفتیم که علائم ظاهری اصلا نداره بیماری اچایی یعنی از ظاهر افراد به هیچ وجه نمیشه تشخیص داد که شخص مبتلا به اچایی هستش اما علائم بالینی داره و که با کاهش سیستم دفاعی بدن شخص دچار عفونت ها و سرطان هایی میشه که این بیماری ها به شکل بیماری های ریوی های شدید و مزمن تپ های طولانی کاهش وزن به یک باره و اینکه اختلالات شخصیتی نه اینکه فقط یک شخص اگر مثلا دچار اسهال شد قطعا بیماری چای ویر داره نه به این شکل نیست یک سری علائم بالینی هستن که اگر اینا به تکرر باشه در وجودشون در بدن انسان اینا علائم هایی هستن که نشونگر وجود ویروس اچایوی در بدن هستش بیماری های مغزی و پوستی خودشون رو نشون میدن وقتی که سیستم ایمنی بدن ضعیف هستش و اینکه اگر شخصی که مبتلا به اچایوی هستش در پروسه درمان قرار نگیره قطعا خواهد ممنون و سپاس گذارم از توضیحاتی رو که از هفته گذشته ما در رابطهش صحبت کردیم خدمت شنوندگان گفتیم و اتفاقاتی بود که در هفته گذشته افتاد که کامل تیتروار جناب های مقدم در رابطهشون توضیح دادن خب حالا جناب مقدم این اتفاق در بستر جامعه میفته آدم هایی برجد ناخواسته یا خواسته درگیر میشن هرچند که برجد همونطوری که شما صحبت کردین متوجه این قضیه شدیم که خیلی هم اینطور نیست که بعضی ها فکر میکنن که بیماری HIV حتما ماحصل یک رفتار نامناسب یا غیر اخلاقی افراد میتونه باشه شاید خیلی کسان نمیدونند و بسترش مهیا میشه هرچند که شما خودتون هم در این رابطه حتی نماشتامه ای رو که کار کردید اشارهش به همین قضیه هستش که شاید خود طرف هم نمیدونه یک فرد تحصیل کرده با شرایط خوب زندگی از نظر وچه اجتماعی تلاشی که کرده اما درگیر این میشه و زندگیش به تبایی میره به خاطر اینکه جامعه نگاهش نگاه خوبی نیست و به ایشون در اون تا این ورش چیزی رو دقیقا جناب داشتی در دهه شست شمسی یک سری خون فرورده خونی از کشور فرانسه وارد کشورمون ایران شد بله اگه اشتباه نکنم سال 67 -68 بودش که این خون وارد کشورمون شد و اون موقع مثل الان آزمایش چایوی روی خونها انجام, نمیشد نمی نمی و خیلی از مبتلایانی که الان و شاید مردند و هنوز هم ادهی هستن که حالا تی درمانهایی که قبلا بودش و حالا مثل الان نیست این منابع تایید شده دقیقاً. است که می بله فرمایش حضرت شما برجد به عنوان رادیویی که داریم صدای شما رو پخش میکنیم مسئولیت پیامتون و این گفته ها و سومش به عهده خود حضرت عالی هستش صرفا فقط بله بله همچین اتفاقی اتفاق افتاد, بره. و خون وارد کشور شد متاسفانه خیلی هم مبتلا به بیماری اچایی بیشد اچایی خب جانب مقدم حالا چگونگی بالا بردن سطح آگاهی جامعه نسبت به این بیماری خب خوشبختانه به هر جهت سمپوزیوم ها سمینار ها ها همایش های بینور مللی و اینها همه داره کمک میکنه که یه مقدار آگاهی میره این البته توی بخش افراد تاثیر کرده و نخبه هستش ما این رو چطور بیاریم توی جامعه بسته توی به قول معروف در جامعه ای که آدم های عادی دارن تردد میکنن میرن میان و بیماری اعتیاد رو بشناسن برای یه افراد خاص مخاطب خاصی رو که شاید تو این حوزه رو تحصیل میکنه شاید تو این حوزه داره تحقیق میکنه مطلب داره مینویسه خب اینها رو توضیح دادن خب خوب باشه اما ما میخوایم کار کاربردی بکنیم به نظر شما چگونه باید ببریم سطح آگاهی جامعه رو ببریم بالا و من بنده به عنوان یک گاسیب چونست. شما به عنوان یک کسی که تو این زمینه مینویسید چه کار باید بکنیم جناب داشتی بنده به عنوان یکی از حالا مخاطبین صد برنامه شما و اینکه در کسوت شاگردی هم خدمت شما هستم هدف بنیاد آینه کاش آسیب هستش آگاهی دادن به جامعه از طریق پیشگیری و کاش آسیب هستش ما داریم تو کشور زندگی میکنیم که آگاهی دادن خط قرمز براش به اصطلاح از طریق دولت خط قرمز براش به اصطلاح تعیین شده و به نظر من خیلی جاها میشد که اچ رو بفهمونیم به مردم البته جناب مقدم کل دنیا داره به این سم ببین ده، ده. ببین کل دنیا, دنیا شاید بهتر شما... از ایران آه. خب نه ب... بهتره خب ما این رو نمیتونیم ببین ما وقتی که کش... کشور جهان اول و دو دوم و سو سوم صحبت میکنیم دقیقا. دقیقا خب ما خیلی زمان میبره خب تا برسیم به میشه میشد انجام بدیم شما اگر نگاه بکنین خود ک... کشورهای دیگه شاید مثلا شاید این قضیه که شما میفرمایید برمود به 10 دهش... شمسی بله. شمسی میشه اگر خب در همون مواقع. آزمایش ها و اینجور مسائل بود در رابطه با این بیماری حتما این کار رو انجام شدن همین الان شما توی ایران میرید وقتی میخواین خون بدین بله. یک جای بدن تتو داشته باشه یا خالکوبی باشه انجام نمیدن چون این احتمال رو میدن آزمایش میگیرن با اینکه شاید نداشته باشی تتو و خالکوبی هم آزمایش رو میگیرن و بعد ولی چون میدونن یک درصد احتمال داره این باشه بله. این خطا رو نمیخوان انجام بدن میذارن کنار یک شخص دیگه و ب... میخوام می بگم که به مراتب وقتی آگاهی در سطح جامعه میره بالاتر این اتفاق میفته بله حرف شما رو هم من میپذیرم اما اما ما میخوایم ما ب... به صورت فردی خود ما میخوام حالا این رو بگم که وظیفه جامعه نسبت به افراد مبتلا چیه حالا ما در رابطه با خودمون گفتیم خودمون آگاهیمون رو باید ببریم بالا خطم. یه قسمتی جامعه هستش باید یک سری آفرهایی رو بده دقیقا این که جناب داشتی من یه جا در کانال تلگرامی بنیاد آینه میخوندم که اعتیاد رو ما باید در مورد اعتیاد نمشته بودن که اعتیاد رو ما باید در کتب درسی به بچه ها بیاموزیم که اعتیاد چیه نه اینکه شخص بیاد در سنی که داره شخصیتش شکل میگیره خودش با ارتباطاتش حالا با دلایلی که بیماری اتیاد به وجود میاد و شکل میگیره مواجه بشه با اعتیاد بیایم ما اچایوی رو در کتب درسی به بچه همون بیاموزیم ده. این یکی از اون مسائلیه که سال هاست خیلی ها دارن تلاش میکنن که این اتفاق بیفته ولی قبول نمیشه حالا نمیدونم دلیلش چی هستش ولی بله به هر حال جامعه خیلی میتونه این کار رو انجام بده ما الان همونطور که در جلسه قبلی هم خدمت عرض کردم ما پزشک داریم که من حالا به صرف نوشتن این نمایشنامه با یه سری از عزیزانی که مبتلا هستند به بیماری ایدز و ایچ و درگیر این مسئله هستن صحبت میکردم این عزیزان یکی از مشکلاتشون این بود که پزشکان هم درک نمیکنن یعنی طرف میگفت من رفتم دندون پزشکی دندونم رو پیکشم که حتی در قسمتی از این نمایش تمام بهش اشاره شده بله بله اول به به اصطلاح دندون پزشک نمیگه که من مبتلا هستم بله. میگه آقا بفرما من دندون رو میکشم بعد که میگه آقا من مبتلا هستم دندون پزشک میگه من نه نه من دندرون... ببین وقتی که یک پزشک دیدگاهش اینه نسبت به به یک بیماری که انقدر هم وحشتناک نیست هیولایی نیست و خیلی هستند که الان در ایران چیزی که حالا به شکل رسمی داره اعلام میشه حدود 50 60 هزار نفر مبتلا توی کشور داریم که در پروسه درمان هستن اینا دارن به اصطلاح به شکل روتین درمانشون رو دارن انجام میدن ها درمان روتین رو من اشاره بکنم که این سه ماهی بار آزمایشاتی ازشون انج... گرفته میشه که این سیستم ایمنی بدنشون چک میشه داروهایی که مصرف میکنن اینها رو ده. پزشک متخصص چک میکنه و به اصطلاح بر اساس سیستم ایمنی بدن براشون دارو تجویز میشه بله ولی باز هم کمه درسته واقعا یه سری مسائل هستش مثل اعتیاد من میگم الان ما از نظر آگاهی بخوایم حساب بکنیم اعتیاد جلوتر از اچ آی توی کشور ما و چرا باید اینجوری باشه یک بیماری که صد درصد میتونه برای یک شخصی که به اصطلاح حالا به هر شکلی درگیر این بیماری شده باشه کشنده باشه چرا هم. باید آگاهی نسبت به این بیماری اینقدر کم باشه توی کشور ما شما فرمایش کردید مثلا یک سریالی ساخته شده کلیشه واقعا همینه ما توی به اصطلاح سیاست کشور این هستش که اصلا میگن آقا ما چیزی به اسم اچایوی نداریم و زیاد به این مسئله توجه نمیکنن و اینکه اگر جدی گرفته بشه اگر جامعه مسئله اطلاع رسانی و آگاهی دادن رو از پایه و سنای پایین از مدارس شروع بکنه و از کتاب ها شروع بکنه از بنرها بنرها رو بیشتر نه, نه اینکه نباشه هست ولی بیشتر بکنه کمه. کمه. و اینکه یه سری برنامه رو واقعا اختصاص بدن به این موضوع قطعا آگاهی نسبت به این بیماری کمتر میشه بیشتر میشه و اینکه تعداد مبتلایان کمتر میشه شود ممنون سپاس گذارم جرم مقدم عزیز به اتفاق هم میریم و برمیگردیم. شما به آینه نگاه میکنید از گذرم از اتاق فرمان خب در خدمتون هستیم با برنامه آینه با متخصصین و قسمت دوم برنامه اچ در کنار بند جناب اکبر محجور مقدم نویسنده و کارگردان کاره بسیار وزین و زیبایی ما مشکل اخلاقی نداریم ارزم به حضورتون که جناب مقدم در این رابطه صحبت کردین وظایف فرد به نسبت به افراد مبتلا در جامعه گفته حالا من یک سوالی دارم که شاید سه سوال درش گنجونده شده باشه این رو به علت زیق وقت و فرصت کمی داریم میخوایم یه مقداری هم بپردازیم که چرا اصلا این نمایشنامه رو کار کردین جهت اطلاع رسانی خانواده بود و چطور وظیفه خانواده نسبت به فرد رو برامون بگید وظیفه شخص مبتلا نسبت به جامعه رو بگین و وظیفه شخص مبتلا نسبت به خانواده خودش رو بگیم ببین پس ببین یک فرد به خانواده خانواده, به فرد فرد به جامعه, جامعه. رو برای ما بفرمایید دقیقا سه تا سوال, سوال. خدمت می‌نازم داشتی وظیفه خانواده نسبت فرد به فرد مبتلا به نظر من خیلی مهم استش متاسفانه همونطور که شخصی ما میبینیم در حالا در جامعه که شخصی که م... به اعتیاد دوچار هستش و معتاد میشه خانواده تردش میکنن بله در زمینه اچ هم متاسفانه شاید این قضیه هستیم من حالا میگم به صرف نوشتن این نمایشنامه به خیلی از عزیزان از نزدیک به اصطلاح در ارتباط بودم و شنیدم این مسائل رو که خانواده ترد میکنن این افراد و نمیدونن که راه های انتقال این بیماری به این آسونیا نیست و رخت خوابش رو جدا میکنن مسواکش رو جدا میکنن قاشق و بشقاب و اینا این وسایل شخصی رو کلا جدا میکنن و فکر میکنن که اگه دست بزنن مثلا یا اینکه با لیوان طرف آب بخورن مبتلا میشن خب قطعا وظیفه خانواده اینه که حمایت بکنه شخص رو اگر خانواده شخص مبتلا به چایبی رو حمایت بکنه شخص به راحتی خودش رو در پروسه درمان قرار میده اما اگه خانواده بیاد شخص رو ترد بکنه به تبع یه حوادثی برای شخص اتفاق میفته که ناگوارتر از ایچایی و قطعا به سمت مرگ و نیستی میره و اینکه وظیفه شخص نسبت به خانواده خب یک شخص مبتلا میشه به ایچایی این که قطعا توی این دوگانگی قرار میگیره که من به خانوادم بگم یا نگم دونست. خب گاهی ممکنه یک صداقت بدتر از اون حماقت باشه خب آدم اول میسنجه که آیا خانوادهش پذیرش این مسئله رو دارن آگاهی دارن نسبت به این قضیه میتونن بپذیرن همچین مسئله ای رو یا اینکه اول باید با خودش کنار بیاد خودش بپذیره در پروسه درمان قرار بگیره بعد بیاد روی خانوادهش کار بکنه به خانوادهش آگاهی بده که این بیماری یک بیماریه که به این آسونی ها قابل انتقال نیست, نیست. یک خانواده آگاه خیلی راحت میتونه فرزند بیمارش رو ساپورت بکنه از نظر روحی ببینید جناب داشتی یک شخصی که با بیماری اچ زندگی میکنه از نظر روحی به شدت آسیب پذیره دارد. به شدت آسیب پذیره یعنی به راحتی شکننده است خیلی راحت میشکنند از نظر روحی و میره توی یه و انزوا حالا خدایی نکرده اف شخصی مبت... رو داشته باشه بیماری اچایی داشته باشه فکر کنید اگر از طریق خانواده به این شخص فشار وارد بشه اون محزونی و اتفاقات به اصطلاح اعتیاد چی بر سر اون شخص میاره پس خانواده هم شخص هم در قبال خانواده و خانواده هم در قبال شخص وظایفشون خیلی مشخصند که شخص باید به خانوادهش آگاهی بده و اگر احساس میکنه خانواده نمیتونه این رو بپذیره نیاز به گفتن نیست فقط رایت بکنه رایت کردنم اینه که چیز اگر دستش برید مثلا توی خونه سریع حفاظت رو انجام بده که از طریق فقط دادن طریق خون میتونه به خانوادهش منتقل بکنه این بیماری رو اون حفاظت لازم رو انجام بده در مورد جامعه فرمایش کردید وظیفه فرد نسبت به جامعه شخصی مبتلا به بیماری چایوی میشه و در پروسه درمان قرار میگیره اول اینکه توش این زمان میبره تا شخص به در پروسه درمان بیاد و بپذیره این موضوع رو وقتی که حالا این دوره رو طی کرد و به درمان روی آورد میتونه به هم در درجه اول کمک بکنه در درجه دوم ببینید من به خاطر نوشتن این نمایشنامه با این افراد سر کار داشتم با این عزیزان سر کار داشتم و میدیدم یه سریشون چقدر دارن تلاش میکنن که به جامعه آگاهی بدن از طرق مختلف از ببین همون جور که انجمن معتادان گمنام داریم انجمن اچ مثبتان گمنام داریم این عزیزان هم جلسه, دارند، جلسه دارن دوازده قدمی هستن و در آگاهی دادن هم میتونن به هم نوعان خودشون آگاهی بدن و هم نوعان خودشون آگاه بکنن که این بیماری اون قول و اون دیو و تابوی نیست که در ذهن آدم ها درست شده و خطراتش واسه منه که مثلا مبتلا هستم نه واسه شمایی که با من در ارتباط هستی با یک روبوسی ساده این بیماری منتقل نمیشه با یه استفاده از به چای لیوان چای قاشق به اصطلاح غذا استفاده کردن از غذا و بشقاب غذای مشترک این بیماری به این آسونی ها منتقل نمیشه ما به اندازه‌ای که از یک بیماری کووید 19 میترسیم به اصطلاح از یک بیماری اچ نباید بترسیم چون در یک چارچوب مشخص بیماری چایی به من به صلاح منتقل میشه اما کووید 19 با یک صحبت کردن هم به من منتقل میشه درسته خب حالا شما در رابطه با اینکه گفتین که شخصی که مبتلا میشه تحت ترمان هم قرار میگیره خب بله حالا عموما این درمان ها چی هستن و اصلا, اصلاً کلا بیماری HIV درمان یا ایدز درمان قطعی هم داره جان جواب درمان که قطعا خیر جناب داشتی تا به امروز متاسفانه درمان قطعی برای ایدز یا همون ویروس وی که حالا صحبت کردیم در چه پروسی به ایدز تبدیل میشه در یک زمان ده ساله به ایدز تبدیل میشه ویروس وی نه درمانی وجود نداره تا به امروز و فقط یک داروهای نگهدارنده وجود داره یک سری داروها به اشخاص میدن به اشخاص مبتلا میدن که سیستم ایمنی بدنشون بالا بمونه که به راحتی انواع عفونت ها و ویروس ها وارد بدنشون نشه چیزی که دولت داره برای این عزیزان انجام میده اول اینکه بیمه نیستن کاری که میتونست انجام بده و نمیکنه متاسفانه داروهاشون رایگانه و تستش هم رایگانه بقیه حالا اگه حالا ما در قسمت جلسه قبلی صحبت کردیم اشخاصی که مبتلا هستن معمولا به خاطر کم بودن سیستم ایمنی بدنش پایین بودن سیستم ایمنی بدنشون دچار خیلی از بیماری ها میشن به خاطر همون خیلی از بیماری ها باید برن هزینه آزاد بکنن مم. پزشکی که در مرکز مشاوره هستش دیگه بابت اون یه سری از بیماری ها کاری به بیمار نداره خدمات زیادی رو فقط دارو فقط داروی رایگان و یک ویزیت اون, یعنی؟ اون آزمایشات روتینی که ارسلالم خدمتتون مثلا قند خون یا چک میکنن 6 بار یک سالیه بار اینا چک میکنن ولی اگر مثلا قطعا اکثر افرادی که با چوی زندگی میکنن کلیه هاشون آسیبی میبینه ریه شون میبینه به خاطر حالا قرار همیشه حتی با استفاده از دوره همیشه سیستم ایمنی بالا نمیمونه با یه اتفاق تو زندگی روی شخص شکننده میشه و هست و سیستم ایمنی ضعیف میشه و ممکنه شخص باعث بروز یک سری مشکلات جسمی برای شخص بشه وقتی اینجور مشکلاتی برای شخص بوجود میاد دیگه دولت در این زمینه حمایت نمیکنه مثلا اگه کلیه شخص خراب بشه در پروندهش میشه آقا مراجعه به ارجاع به بیمار مثلا متخصص کلیه دیگه این هزینه شخصی هستن به عهده خود شخص است با توجه به صحبتهایی که حضرت عالی کردید. خب شاید ما چون مرجعت میگیم که برنامه آگاهی رسانه و اعتبار رسانه باید ستاد مبارز مواد مخدر و کسایی که بایانی امر مبارزه با اعتیاد در جامعه ما هستن اینا رو باید در نظر داشته باشن که هزینه های خیلی سنگینی رو بر دست جامعه میگذاری کسانی که دچار بیماری و چایوی میشن و شاید هم یه قسمتش از روی تزریق سرنگ مشترک هستش اینه که حتما حالا من البته خوب شنیدم هست اما باز نسبتا کمه در شلترها در مراکزی هستن که به هر دارن این کار رو انجام میدن الان اما متادون درمانی میکنن جناب داشت یعنی اگر کسی مثلا معتاد <تصفح> به تزریق هروئین باشه و مثبت هم داشته باشه این شخص رو سوق میدن به سمت متادون برای اینکه تزریق رو بذاره کنار بله هرچند اینم به اون شکل میشه گفت بین بد و بدتر بد بد، انتخاب بین بد و بدتره ولی خب از اون تزریق قطعا بهتره خب به اتفاق هم میریم اتاق فرمان و قسمت دیگر رو میشنویم و برمیگردیم ما به آینه نگاه میکنید خیلی ممنون از اتاق فرمان و دوست نازنینم هم علی که زحمت تنظیم این ووله های بسیار زیبا رو میکشن در حین برنامه خب جناب مقدم شما یه نمایش رادیویی نوشتین من میخوام که خودتون شروع کنید بیشتر برامون صحبت کنید که چه اتفاقی افتاد بیاین یه نمایش نامی اون هم در این رابطه بنویسید جناب داشتی تقریبا هفت سال پیش یک کارگردان تلویزیونی من پیشنهاد بازی در نقش در یک فیلم سینمایی رو داد این فیلم سینمایی جالب اسمش اشایوی بود با همین موضوع برنامه امروز ما و حالا به من نقش یک نقشی رو سپردن به عنوان نقش شخصی که مبتلا به بیماری اشایوی ایشا. ایس هستش بار. من تو اون دوره زمانی حالا یه سری تحقیقات کردم و حالا به دلایلی نشد و مجوز نگرفت و گذشت تا اینکه دیدم واقعا توی جامعه ما یکی از اون بیماری هایی که خیلی مظلوم واقع شده و خیلی میشه گفت رسیدگی اون جوری که باید بهش نمیشه و و مردم هم مثل یک تابو و مثل یک حیولا به این بیماری نگاه میکنن اشایوی هستش و احساس کردم که شاید از این طریق بشه آگاهی افراد رو با شنوندگان و اینکه قطعا تأثیر گذار خواهد بود حالا به امید خدا که حالا فرمایش کردید به زودی هم پخش میشه قطعا روی شنوندگان عزیز تأثیر گذار خواهد بود آگاهی افراد رو بالا میبره و دقیقا زندگی افرادی هستش که با این بیماری دارن زندگی میکنن. خب اصلا هدفتون چی بود؟ اصلا هدف رو دقیقا رو ببینید آه داستان... چون هست داستان دیگه هست مثلا آدم تو داستان, های داستان های روز میگردیم مثل ترانه خب ما میبینیم که خب مثلا خب... خب ببینید چیزی که خیلی کم بهش پرداخته میشه تو جامعه ما دقیقا توی فیلم و سریالات دقیقا این موضوع هستش من به خاطر اون فیلم سینمایی که عرض کردم خدمتون رفتم و دیدم این عزیزان رو از نزدیک و دیدم که واقعا چقدر به این عزیزان کم براشون یعنی میگه لطف بسیار تمع دارم و کم میبینم دیدم واقعا چقدر براشون دارن کم میذارن و نیاز می دارن این افراد کسی که مبتلا به بیماری ایدز هستش اگر روحیه قوی داشته باشه به مرزی میرسه که دارو هم،, دارو هم, نیاز نداره این نگاه نگاه خوبیه من این نگاه رو دوست دارم جناب مقدم البته میگم دیگه وقتی نگاه میکنه از نظر کمیت این آدم ها شاید قشر زیادی رو نگیره مثلا شاید کسی که متمرکز روی اعتیاد میشه میدونه جمعیت یک بازه زیادی از آدم ها رو بربر میگیره که باید بهشون سرویس بده خدمت بکنه و شاید خدمتش همه میش. میشه چه بسا من دیدم اتفاقا چندی پیش داشتم در رابطه با بیماران پروانه ایفت فکر میکردم نگاه میکردم سرچ میکردم دیدم که یه شخصی حالا اومده بود و در نقاط دور دسته شاید استان سیستان و بلوچستان شاید جمعیت کل بیماران پروانه ای در ایران زیر 2000 تا بشه زیر 1500 نفر باشه داشت به اینا سرویس میداد و چقدر جالب من در این گمنامی دیدم که این آدم خیلی حالا یک فرد روحانی مذهبی هم بود ما حالا کاری به مذهب و اینجور مسائل نداریم ولی ایشون پیگیر بود میرفت دنبال کارشون درمانشون فلان خیلی جالب خیلی تاثیر من از نزدیک با این عزیزان در ارتباط بودم چون زندگی هاشون رو تعریف میکرد حتی باک کس به اجازه از به کسانی که در رأس کار بودند و جاهایی که این از آن جمع میشن بهشون باشگاه میگن باشگاهی که فقط مربوط به افرادی هستش که مثبت هستن اجازه این رو گرفتم که وارد اون محیط بشن برای نوشتن این نمایشنامه با این ارزان صحبت میکردم و پای درد و دلاشون میشستم میدونم که واقعا چقدر زندگی سختی رو تجربه کردن و خیلی هاشون اصلا ناخداگاه مثلا کسی بود که از, ماده، از مادر مبتلا به این بیماری مبتلا شده بود و دچار چه درد سرای توی من خیلی بغض کردم و نوشتم خیلی با حال بد ولی در کل احساس خوبی نصیب آمد شد ممنونم, ممنونم جناب مقدم عزیز برای در حد یک دقیقه فرصت داریم میخوام ببینم که چرا اسم این نمایش رو گذاشتین ما مشکل اخلاقی نداریم این شاید بشه یک ساعت در مورد این مطلب, مطلب صحبت ده. کرد ولی در کل بخوام بگم چرا, چرا؟ چون که این که تمام جامعه، حتی نه فقط ایران، تمام دنیا نگاهشون به این هستش که یک رابطه جنسی وجود اومده یا انسانهای فاحشه یا انسانهای بد، یا انسانهای معتاد به این بیماری مبتلا میشن این نمایشنامه قشنگ عنوان میکنه که شخصیتی که به این بیماری مبتلا شده از راه خون من. از راه خون آلوده مبتلا میشه بعد دچار اعتیاد میشه و اتفاقاتی توی زندگیش میفته و حالا این رو میذاریم برای اون به زمانی که این نماشنامه پخش بشه و عزیزان خودشون بشنم اینشالله ممنون و سپاسگزارتون هستم که زحمت کشیدین و توی این برنامه حضور پیدا خواهد کردین خواهد. استفاده بردیم از وجود نازنینتون و امیدوارم که بتونیم استفاده کنیم باز هم از وجود شما در برنامه که متعلق به خودتونه های. و انشالله باز هم برامون بنویسین از اینجور نمایش نامه ها و بتونیم اون رو به اجرا در بیاریم خدای مهربانم <تصحنت> به ذکر نام زیبایت وجود من را ملکوتی گردان تا آنچه تو میخواهی باشیم و از آنچه رها شویم و بیشک آنچه تو خواهی همون خواهد شد دلم میخواهد آرام صدایت کنم و بگویم تو خود آرامشی و من خود خود بیقرار خدایا خدایا خرابت می شوم مرا هر گونه که می خواهی بساز شنوندگان فهیم آینه با متخصصین تا درودی دیگر بدرود هر روزی که می گذارد جسمم پیرتر می شود و قلبم عاشقتر روحم بزرگتر می شود و جانم آسمانی تر هر روزی که می گذرد جلوه تازه تری از ذات تو را در می آم. تجربه های جدیدی به دست می آورم دنیا را از چشم متفاوت با پیش ترها می بینم و عشق را به شکلی متفاوت حس می کنم این روزها شاکرترم و قانع این روزها در تلاشم خود را بشناسم تا تو را بفهمم نه پشیمانم نه حسرتناک آرام و صبور عاشق و شادمان مؤمن و مصمم پیش می روهم. زیرا که می دانم هیچ کس جز تو ماندنی نیست از لحظه لحظه زندگیم از تک تک رویدادهایش از تمامی آدمهایش خوشنود و سپاس گذارم خدایا دوستت دارم آینه با متخصصین برنامه از مجتبا دشتی